اسم ما حاجی محمد عیاس، رئیس کلاستر قرای خان بابای ولسوالی بگرام مربوطه ولایت پروان می باشند. و ما در همه پروژه‌ای که کار کردیم از طریق وزارت زراعت و بالاخره انکشاف دیاد و توسط تطبیق کننده میثاق شهروندی و آیفت، تقریبا ما 74 دهنای آبگردان و دیوال استنادی در دو قریه که به نام قریه خان بابا و لوگری که هر دوش مربوط شورای ما میشه کار کردیم. و چند روز قبل آیت های وزارت آمد از اینجا دیدن کردن و بعدا نماینده ولایت و هیئت انکشاف دیاد به خاطر تسلیمی پروژه آمدن و اگام نواقص جزئی که داشت برای ما گفتن اصلاح نمودیم، تسلیمی پروژه اجرا شد. امکان داره در حدود 300 یا 315 فامیل از این مستفید میشه، علاوه از این که کوچی هم از این مستفید میشن، تعداد زیاد کوچی ها مستفید میشن و مال مرچرشان استفاده از این میکنن. پولی که ما مصرف کردیم 28 لک و 51 هزار چند صد است ما مصرف کردیم و 3 لک و چند هزار و 16 هزار و 800 و چند روپی ما سهم مردمی ما بود که اجرا شد. رضایت مردم چگونه است اگر معلوم بشه؟ مردم ما همه راضی هستند، چون که سابق در هر دهنه می رفتن بسیار مشکل زیاد، برجی می بردن، دانای آبگردان تغییر می دادن. آل فضل خداست به کمک برادرای آیفت ما و انکشاف دیاد آل مشکل مردم ما تقریبا چند فیصد حل شده، فقط دروازه را پایین می کنه. نیاز به این است که دیقان ما بیل گرفته سر دانه بره، دیگه دروازه پایین میکنه، دروازه با خود بالا میکنه، اومیت با خود. دیگه مشکلات ما چند فیصد حل شده است. حاجی توریالای ولد حاجی محمد غیاث از مسکنی ولسوالی بگرام قریاج خان بابا. در وقتی که یا نبود خو بر خودتان معلوم است که این وقتی که جور نبود همی جایی که دانه بود و مثال دانه باغ و دانه زمین و او راست میکردیم با بسیار مشکلات بود. دو طرفی زمین رو مجبور میزدیم، خراب میشد و از اوجا بوجی میآوردیم یا سنگ جمع میکردیم، مقصد به یک مشکلات بسته میکردیم که در وقت مشکلات زیاد بود، مشکلاتی که خرابی میشد. دانه با بسیار با خوبشی بدون بیل و دیقان میتونه که بیا دانه خود دروازه را تا بالا کنه، دیگه مشکل دیگه ایسه نداریم. رضایت چطور نیدارم؟ مردم خوش از این کار که باید دگام از این که بیشتر کار شود. حالا خب فعلا به مردم بسیار آسان شده، گفتیم یعنی که بسیار وقت مشکلات بود تا که بر نمیزدی خود دو نمی در آمدی و سنگ جمع میکدی یا گل از سو جمع میکدی، ادمی درخه زمین خرابی میشد. فعلا خرابی هم نمیشه، از او کارا بیغم شدیم. بسیار با آسانی میایی دروازه رو تا میکنی، اگر گرمی میباشه، اگر خنک میباشه، دیگه ایتو نمیشه که بخش زحمت و تکلیف شد و تر شوی. بسیار با آسانی بسته میشه و از این کار خوش است مردم و در آینده آرزو ازیر داریم که بیشتر کار شد و از امو سردانیم و تا با آخر همین درخی ازی پخته شد و جور شد که دیگه ما از زیاد او از این مشکلات خلاص شویم. از طریق وزارت انکشاف دیات، از طریق زراعت دیگه بگویم با. از این طریق جور شده است و از این یا بسیار تشکر میکنیم که با ما خدمت کردن و در آینده در امید خدمتشان هستیم. ما عبدالله هستم، از همین قریه هستم، همین جویا را مثال سرای جویا که جور کرده به نفع ما دروازه شانده او میایی ایسو راحت هستیم. من تا دیگه از خدم خانه ما تا پایان که هست جویا عمومی جور کردین برای مردم مفید است که میوان کالا سوار میکنید از ظرف 5 دقیقه سر زمین میرسه. خب وقتی کانال ها جور نشده به چی مشکل داشت؟ مزاحمت او داشته، مثال او به وقتش نمیرسی خرابی میکرد، این کالا او سوار کردیم فضل خدا او در 5 دقیقه میرسه سر زمین. در مورد این ساختمان کانال اگر بگوین که براتان خوب شده نشده، کدام برنامه ساخته یارم؟ ولی این را میثاق شهروندی ساخته بر ما، این بر ما بسیار سهولت شد، ما خوش هستیم، سپاسگزار هستیم ازش که جویا را بر ما جور کرد، کانکریت کرد. دیگه ما تشکری میکنیم از دولت ما، از میثاق شهروندی که همین پروژه را بر ما جور کرد که ما قبلا نی که در خامه بودک این کار صورت نگرفته بود، در یک ساعت هم سرزمین ما او نمیرسید. تا حالا خدا را شکر، جهان و سپاس که بیادر این همیارا جور کردن در میظرف 5 دقیقه 10 دقیقه او در سر زمین میرسن، مشکلات ما بسیار رفع شده. امشالله دیگه خدا مشکل خاصی نداره، امشالله در حساب ازی خواهشمند هستن که این پشتایش هم اگه تانستن برای ما پرانه کنن که این موتر در اکثر قریه مثلا موتر نمیرف، را جور نبود. خدا را شکر که این میثاق شهروندی آمد امیر برای ما جور کرد، این تا سر زمین موتر میره.
و بر ما سهولتی شده که کشت ما را حاصل ما را در سر زمین موتر خریدار تجار می بار میکنه میبره. ما تشکری میکنیم ما میثاق شهروندی که می پروژه را بر ما را انداخت جور کرد. اسم من خواجه موش از ولسوالی بگرام قریه خواجه دیملا. ما میسیره که سابقه بود خراب شده بود تعمیر ترمیم کردن به ما خیلی خوبی شده. حالا کشت زراعت ما را اون میبره. اسم ما سعددین باشنده قریه غلام علی بگرام که در این محیط زندگی میکنیم. امی پروژه که کار شده شامل 33 ساختمان است که البته 2-3 دیوار استنادی در قبال داره. دیگه امی مردم ما از امی ساختمان هایی که شده بسیار راضی هستن به خاطر جلوگیری از زایت آب شده و دیگه سهولت برای دهاخیم به خاطر بند کردن آب از یک طرف از یک جهت به دیگه جهت. دیگه این بودجه البته 1,54,58,000 می باشد که سهم مردم 1,42,000 سهم مردم می باشد. در این ساحه تطبیق شده کار شده و مردم راضی است و ما خوش هستیم. رضایت مردم خوب است، مردم رضایت داره. قسمی که به شما معلوم است برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت پروان در چند ولسوالی فعالیت خود تحت اجرا قرار داده است که از جمله فعالیت های برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت پروان پروژه های آیفت است که به خاطر ساختن کانال های آبیاری به هدف جلوگیری از ضایع آب و مدیریت بهتر آب و همچنان ارتقای خدمات زراعتی برای مردم روستاها می باشد که جمله 50 پروژه کانال مربوط برنامه ملی میثاق شهروندی مربوط پروژه آیفت است که فعلا پروژه ها تحت کار فیزیکی قرار دارند و مع الخیر در روزهای آینده الی اخیر ماه سال جاری به تکمیل و به بهره برداری سپرده می شوند که هزینه تعداد پروژه 142 میلیون افغانی را احتوا می کند که جمعا 74,000 جریب زمین را توسط این کانال ها آبیاری می شود و 197 کیلومتر طول این کانال ها است که به صورت پخته و اساسی توسط شوراهای انکشافی و مردم محل تحت ساختمان قرار داره و مع الخیر به بهره برداری سپرده خواهد شد که 10% سهم مردمی هم شامل بودجه است که برای ساختمان این کانال ها به مصرف خواهد رسید و سهم مردمی هم به خاطر از اینکه مردم احساس مالکیت کنند و پروژه ها را حفظ و مراقبت کنند و در آینده از او حراست و حفاظت بکنند سهم مردمی هم از جمله بودجه است که باید توسط مردم پرداخته شود و این کانال ها سال 1397 تحت جریان کار پروژوی قرار داشت و مع الخیر در سال 98 الی اخیر برج سرطان این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. 74,000 تن نفوس است که از این پروژه ها مستقیم استفاده می کنند و که 14,000 فامیل را احتوا می کنند مستحقین یا مستفیدین مستقیم از این پروژه هستند. این پروژه ها نظر به صرفه جویی که مردم و شوراهای انکشافی از بودجه که در دسترسیان قرار داده شده بود از صرفه‌جویی که یا کدن کار فیزیکی پروژه ها بیشتر از 100% تکمیل میشه و کانال هایی را که شما امروز دیدین و تصویر برداری کردین این کانال ها مربوط ولسوالی بگرام میشه که جمعا کانال های بگرام 19 پروژه را دربر میگیره که 51 میلیون افغانی هزینه پروژه ها است که با توسط خود مردم و شورای انکشافی قریه‌جاتی تطبیق تحت ساختمان قرار داده شد. در این پروژه ها هم مردم 10% سهم مردمی پرداختند که 35,000 نفوسی است که در محلات روستاهایی که این پروژه ها اونجا تطبیق میشه 35,000 نفوس مستفیدین مستقیم از این پروژه ها هستند که 6,500 فامیل را در بر میگیره و 29,300 جریب زمین توسط ای کانال ها و آبی که از ای کانال ها عبور میکنه
آبیاری میشه و بودجه از این در مجموع 51,500,000 افغانی را در بر میگیره. با تطبیق این پروژه ها مردم میتونن به راحتی آب را از کانال های عمومی به مزرعه انتقال بدن و میتونن که فصل های بیشتری را نسبت به قبل که اگر سابق یک فصل کشت میکردن آب کفایت مزرعه و زراعتشان میکرد، حال میتونن دو فصل از این آب استفاده کنن و زراعت خود کار بکنن و از آب استفاده بکنن. و همچنان سهولت های دیگه که بر مردم ایجاد شده است که در تقسیم کننده های آب مشکلات و منازعات اجتماعی به بار می آمد که به خاطر تقسیم آب به شکل عنعنوی زمانی که از گل و خاک دهنجات را او ترتیب می دادن و تکمیل می کردن و ساختمان می کردن، این سبب مشکلات در تقسیم آب برشان پیش می شد. اما دهنجات آب با پخته شدنش و با دروازه های اساسی که بر دهنجات ساختمان شده از منازعات و از مشکلات تقسیم آب و کمابی یا فعلا مشکلاتشان رفع شده و به صورت مسالمت آمیز از آب استفاده می کنند و زراعتشان نسبت به قبل بسیار بهتر و سهل تر شده.